زخمت چه شد؟ خوب هستی؟ ها دکترهای ترکیه مرا خوب معالجه کردند. باید آنجا میستادی. چرا آمدی؟ به تو؟ هیچگاه. بار دیگر مرا اینقدر نترسون. برای شما همه چیز تیار است؟ ها کشاندن سر شد. این شب حمله میکنیم. موادی ترکنده هم تیار است؟ آوردید؟ رفتن رو سخت میخوای ها؟ اول کمی دم گیر، قوتت رو جمع کن. پگو همراه می رویم. این سال آتشی آزادی نوروز در برانکیه می افروزیم برفین. این بهار آزادی و عشق می آید. شیروان، این شب در سر دیگ میستیم. من کار دارم. آخر پرداخت از من است. باز طریق و جهان هم می آید. طریق و جهان گفتن که نمی آیند. شاید اگون دیگرگونیش ده باشد. اکا تینجه است؟ اگر تو سر دیگ رو شنوی هرگز رد نمی کردی. اکا کار دارم. تینجه باشد؟ از سهر ماشین های پرتو با بولو رفته می آیند. شهردار استاده و ایمون آمد. از سهر تا حاضر این ماشینی پرتوی پنجم است. قد قدی کوچه میگردن اما تا حال کوچه ها افلاس است. من اینها رو یک مراتب از نظر گذارونم. تو باشی آوید برفین پرسجو کن و اگر یکان خبر شنوی با من خبر ده. مایلس با برابر تاریخ شدن از طرف شرق به ناحیه نزدیک میشویم. از اینجا باران تو در این کنج میستی و برآمدگاه غربی ماشین میفرستند و تو با گروهت با آنها حمله میکنی. آن وقت با دقت باش، تمام قوتشان در آنجا هست و تو تا آخر توپ میاری. توپ بیار که گریل و درون درآید. فهمیدی؟ اوزان اگر گروه یاری رسان روان نکنند گریل وارد نمیشود. تنها تو میدونی اردو، ما یکان چیز رو نمیدونیم. فکر میکنی که در ترکیه آدمی نیست که برای ما کار کند؟ برادر تو در مرکز میستی. اگر به طرف باران گروهی یاری رسان رود تو از آنجا حمله میکنی. اردو به خانه های گفتم آدم ها رو جایگیر کردی؟ جایگیر کردیم. در اینجا، در اینجا و در اینجا و باز در اینجا. بسیار خوب، با آنها بگو که بیمیرند اما خانه ها رو ترک نکنند. آن خانه ها با ما حتما لازم هستند. من تعینات رو گرفتم. با کودکان که حمله کنند؟ با اشاره اول حمله کنند. اگر آنها اطراف را چقدر بهتر و سامان کنند با عملیات همان قدر فایده می رسونند. همه معلومات را با پورگی فهمید؟ ها؟ مشکلی نیست؟ نیست اوزان. بسیار خوب، این طور باشد از پس کار شوید. زود رسیه ها فعال باشند. Thank you.
یعنی که خراسان ها محافظت میکنند. چه خیلی که گفتم آنها وطن دوستند. خوش آمدید نور زیده تاج سر. خوش باشید آقای یونس. ببینید رئیس ناحیه آمدم. خوش آمدید جناب رئیس ناحیه. خدا هنگام ادای وظیفه نو دشوار را آسان و راحتان را کشاده نماید. آمین آمین. مرحمت والای دیدن جای دارید. السلام علیکم جنابان. و علیکم السلام. مرحمت. اوه مهمانان زیاد بودند. مسافر با برکت خودش میاد جناب رئیس. خوش آمدید. خوش آمدید دکتر. خوش باشید. این جناب رئیس تازه انتخاب ناحیه است. بله بله با او شناس شدم و بسیار خرسند شدم. همین خیلی نیست جناب رئیس؟ البته خانم الیف. راست نیستید. مرحمت مرحمت. گذارید مهمانو گذارید. کماندان خوش آمدید. تشکر. ایستید ایستید. شما چیکار میکنید؟ چرا ما رو به اینجا آوردید؟ سلاح ها رو در اطراف گذاشته به کجا رفتی حیوان؟ چرا ما به تو آنها رو امانت گذاشتیم؟ با خدا به هیچ جا نرفتم. تنها همیانم رو گرفتم و آمدم. سلاح ها رو شماریدیم کم است. یا اینکه تو جاسوسی ترکی هستی؟ نه قربانت شوم. سلاح ها کم نیستم. آنها رو تقسیم کردم. شاید برای همین کم بر آمده باشم. من افسانه رو نقل نکن. باور نکنی بیفرس. دو دانش را در نزد مسجد چخورچه گذاشتن. دو تای دیگرش را باشد در خفای مکتب در خانه گذاشتن. موشک ها پر را نیستند. آنها را می تقسیم کردم. با خدا که تقسیم کردم. تو بگو که سلاح ها را چکار کردی؟ گبزن وگرنه از سرت می پرانم. گبزن مرا ببخش. ابله کسی که به امانت خیانت میکند جزایش مرگ است. من خواهیم نیستم. نفرانید مرا نفرانید. جناب رئیس اجازت میدید؟ صاحب خانه شما هستید بفرمایید. تشکر. اولا همه تان خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. به خانه هم شرف آوردید. در مثنوی معنوی پیر حضرت مولانا یک حکایت است. ترک و عرب و روم در راه واخورده با هم همسفر می شوند. پس از مدتی شکمشان گروس نمی شوند. زمان زمان حاضره نیست که در هر کجا خوراکه بسیار باشند. بین امانها پول ندارند. به مناقشه سر می کنند. ترک خواست است که من عزم می خورم. روم گفت است که پولمان کم است و بهترش استفیل گیریم. عرب باشد به غضب آمدن میگوید که من باشم اینب میخواهم. همین طور آنها دست به گریبان شدند. حتی یک دیگر را گلو گیر میکنند. آن وقت یک آدم میآید و میپرسد که شما چی میخواهید؟ تو